خوفی نااستواری قرض نسبت به قرض بیرونی تاجیکستان از سطح پست به سطح بالا افزایش یافته است. آیدی موضوع زیرین در معروضه اقتصادی بانک جهانی تغییریابی محیط منطقوی از این فایده گرفتن مهم است آورده شده است. چطوری که اوستو می نویسد طبق سند مذکور سطح قرض دولتی و اینواتی خیلی بالا رفته در آخر سال 2017 50% از مجموع محصولات داخلی تشکیل نمود. یعنی حدود معین شده را که طبق قاعده فیسکالی داخلی 40% از مجموع محصولات داخلی می باشد عبور نمود. این زمان در جمهوری 71 لایحه مشترک سرمایه گذاری در یک جایگی با تشکیلات های بین الخلقی مالیوی و مبلغ 2.8 میلیارد دلاری امریکایی. این زمان قرض عمومی خارجی کشور باشد 2.859 میلیون دلار را تشکیل نمود. غیر از این هرچند قرض عمومی دولت افزایش یابد هم حکومت کشور خصوصا بانک ملی تاجیکستان در نمایندگی معاون رئیس بانک جمال الدین نورعلیف با بهانه احتیاج و رشد اقتصاد کشور مبلغ گذاری های علاوگی از فوند اسعار بین المللی و دیگر تشکیلات های مالیوی طلب می نماید. خصوصا سنه 17 اپریل سال جاری در واخوری با رئیسانی تشکیلات های مالیوی در شهر نیویورک نورعلیف از آنها مبلغ گذاری علاوگی طلب نموده بود. یادرست میکنیم که در اسلام قرضهای فایزناک گرفتن من بوده یکی از گناههای بزرگ به حساب میرود. اینچنین متخصصان قید میکنند که تشکیلات های قرضدهی بین المللی در نمایندگی فوند اسعار بین المللی و بانک جهانی یکی از واسطه های نظارت گیوپولیتیکی میباشند که دولت های ابرقدرت با یاری آنها کشورهای خود را در زیر نفوذ خود قرار میدهند. بنابر این مستملکه بودن از جهت اقتصادی و گم کردن صاحب اختیاری خود نسبت کشوری قرضدهنده ناگزیر میباشد. Проектам, разработке проекта в области инфраструктуры.